سلام علیکم، امیدوارم که خوب باشین. میبینید چه زود زود میام پیشتون، دارم آدم میشم. نمیدونم واقعا، خودم که از ته قلب دوست دارم که زود زود ویدیو بگیرم، ولی همیشه امکانش نیست. حالا امروز من از این مامان خیلی فعالا شدم، از خودم راضیم، صدام که همچنان گرفته. البته صبح جلسه مدرسه هیلا بود، هر سال اول سال تحصیلی و وسط سال تحصیلی دو تا جلسه اولیا مربیان میذارن اینجا، اینجوریه با تو مدرسه دولتی که اینجوریه، یعنی معلم با مادر پدر و مال چیزای کلی صحبت میکنن دیگه، از مسائل مدرسه و کلاس و، ولی تک به تک راجع به بچه ها صحبتی نمیشه. خلاصه صبح رفته بودم جلسه کلاس هیلا، بعد اومدم جاتون خالی یه صبحانه دو تخم مرغی مفصف، خیلی گشنم شده بود، صبحونه نخورده رفته بودم. بعد گفتم که یه بشقاب همسایه پیشمونه، هی داشتم فکر کردم که توش چی بذارم، فکر کردم که سوتلاج درست کنم. بعد اومدم درست کنم، یه دفعه گفتم که خب بدم نیستش که سوتلاج درست کردن. سوتلاج که میدونی چیه، فرنی ترکی، ترکا بهش میگن سوتلاج، و فرقش تقریبا شبیه شیر برنجای ماست. چرا پس میگم فرنی؟ یعنی همون شیربرنج، شیربرنج ترکا تقریبا شبیه شیربرنج خودمونه، با فرق این که نه، راستش زیادم شبیه شیربرنج ما نیست. ما تا اونجا که من میدونم شیربرنج رو تو ایران با مثلا روش مربا یه شیرین کننده یه چیزی میزنی، ولی این توش خودش شکر داره. شایدش گفت حالا یه چیز دیگه، به هر حال فکر کنم همتون میدونید سوتلاش چیه، شبیه اونه، منتها در آخر مرحله پختش اینه که میذارن تو فر و روش چیز برشته میشه، سیاه میشه. خوردید حتما یا دیدید؟ بذارید اینم بهتون یاد بدم، بچه دیدید الان چون فصلشه، خیلی شیرم سر بزن چون فصلشه، این خیلی به کارتون میاد. اینجوری یه چیزی میندازیم روی لباس، بعد اینجوری گره میزنین، بعد این اشتباهه، یعنی اذیت کننده است و هی گرهش باز میشه. راه درستش اینه که اینو این شکل درست کنم. راهش اینه که این دوتا رو دوتا این شکلی پیچ بدی، بعد اینو مثل گره کروات از این تو نشد تو هم دارم اون تو نگاه میکنم، همین تو خراب کردم. بسته یه بار دیگه، باز رسیدیم به همون که آدم میخواد اشتیو یاد بده خراب میکنه. یک دو، آره. بعد اینو از این تو که این سوراخی که ایجاد شده رد میکنید. ببینید چقدر بهتر شد. بعد مهمترین چیزش اینه که گره سفتریه، را به را باز نمیشه. هی یه دفعه ببینید اینجوری دوتا آویزونه، اینجوری میرید به کارتون میرسید. خب حالا بریم سراغ شوتلاش. فکر کنم امروز از اون روز هست که زبونم میگه. وسط جلسه فکر کنید که جلسه کوچول موشولوه دیگه، همه تو کتاب خونه مدرسه برگزار کرده بودن و همه دور یه میز کنفرانس نشسته بودیم. من البته حدس میزدم چون چند روز بعد از این سرماخوردگی سرفه میکنم، به خاطر همین با خودم آب جوش برده بودم. بعد یه دفعه از سرفه های من شروع شد، از اون کریزای سرفه گرفتم. بعد دیدید یه جایی که مثلا میخواید سرس سرفه عدسه نکنید، بیشتر سرفه میاد بعد یه هفت چشاتون پر عشق میشه، دلتون میخواد فقط دنیا تموم شد، یه سرفه جاننده بگاه. اونجوری شده بودم. بعد تا مثلا سر و صدا میشد معلم یه چیزی میگفت و همه شروع کرد جهده بلند سرفه میگردم. خب بریم سراغ سوتلاش. مثلا سوتلاش پیمونه هاش خیلی، اندازه هاش خیلی مهمه. به خاطر همین اول کاری
پیمونه ها و اندازه ها رو بهتون بگم تا بعد بریم. برای درست کردن سوتلاش حالا چیز برای اندازه تقریبا 7 از این کاسه ها، چون میدونید معمولا توی این کاسه های گلی که بهش میگن گووچ سوتلاش رو درست میکنن، اینجا تو ظرف دیگه هر ظرفی که بشه تو فر گذاشتن میشه، ولی خب توی این حالا نمیدونم رسم شده قشنگتره خوشمزه تر میشه یا هر چیزی. برای 6 تا 7 از اینا 1 لیتر شیر احتیاج دارین، یه دونه از این استکانای چای خوری سرخالی، برنج، برنجشون اگه برنج بالدو باشه، از همین برنجایی که ترکا خودشون بیشتر میخورن خیلی بهتره. ما همیشه چون برنج یاسمین میگیریم، اصلا برنج بالدو نداریم، منم با همون یاسمین درست میکنم. این لیوان آب خوری بهش میگن لیوان آب، تقریبا 200 میلی‌لیتر اندازه لیوان آب، حالا تهشم شیریه. یه انقدی برنج رو با 2 تا لیوان آب میذارید با شعله متوسط، درش هم اگه ببندید خیلی خوبه که بپزه خوب و آبش رو تا ته بکشه، یعنی این شکلی بشه. الان من برنج رو از قبل الان یه خورده پیش پختم، نرم میشه و برنج ها کاملا له شده ولی آب دیگه نداره. میبینید برای به دست آوردن این هست، یه انقدی برنج و 2 تا انقدی آب رو میذارید رو شعله متوسط تا بپزه. اگه درش رو بستید حواستون باشه که ممکنه که یه دفعه کف کنه و سر بره یا بالا سرش باستین یا یه ذره گوشه در قابلمه رو باز بذارید. اینا نکات با ارزشیه که دارم بهتون میگم با تجربه به دست اومده. خب پس برنج که اینجوری پختی، من این کار میکنم برای اینکه قابلمه زیاد کثیف نشه، برنج رو از اون قابلمه خارج میکنم، توی همون قابلمه که برنج رو پختم 1 لیتر شیر میریزم. حالا الان بعد با شعله متوسط میذارم تا تقریبا به نقطه جوش برسه. حواستون هم باشه، حالا چیزی که نیست ولی مثلا نه سر بره نه زیاد میخوایم بجوشه و کم شه حجمش. حالا روش های پخت سوتلاش یعنی روش های مختلف آدم ها درست میکنن. تو مرحله که شیر تقریبا به جوش اومد یه عده شکرش رو اضافه میکنن، منتها اگر شکر رو اون موقع اضافه کنید یه خورده رنگ سوتلاشتون به بیج تقریبا میزنه دیگه، سفید نیست. حالا خیلی هم مهم نیست، ولی اگه میخواید که سوتلاش قشنگ شفاف سفید داشته باشید شکر رو اینجا نزنید، یعنی تا شیر جوش اومد نریزید، اونجایی که بهتون میگم بریزید. شیر وقتی که الان زار زیادش کنم زودتر جوش بیاد، شیر وقتی که به مرحله جوشیدن رسید این برنج رو اضافه میکنید. منتها برنج رو که ریختید توش اصلا دیگه نرید، چون اون برنج ته ممکنه بگیره و خوب نمیشه دیگه، مدام باید همش بزنید، یعنی هی باید هم بزنید، این حالت یه نواخت داشته باشه. تقریبا یه 5 دقیقه 10 دقیقه که هم زدید بعد اونجا شیر رو اضافه میکنید، چیز رو ببخشید شکر رو اضافه میکنید. شکر اون اندازهش دوباره از همین لیوان آب، یه لیوان آب با یه قاشق حالا بهتون نشون میدم بماند که من الان مدام سوتلاش درست کنم دیدم که شکر اینقدر داریم، مجبور شدم شکر سفارش بدم با یه هزینه گزافی. اینجا فروش این سوپرمارکت های اینترنتی خیلی اگه که فوری باشن مثلا 10 دقیقه بخواد بیاره خیلی هزینه ارسالاشون منطقی نیست. منظور مثلا قیمت این شکر هزینه ارساله، ولی چیزای دیگه هم سفارش دادم که یه من مواد لازم سوتلاش رو توی کپشن اندفعه می نویسم براتون، چون می دونم خیلی اعصاب خورد کنه، من همچون مرحله به مرحله پیش می رم، شما نمی دونید که واقعا تا آخرش چه موادی لازم داره، بخاطر هم توی کپشن می نویسم اگر یه من خواستید درست کنید از قبل موادش رو آماده بکنید. خب حواستون باشه یه نکته خیلی مهم که همینجا من دارم از اون روش میرم، ولی شما خیلی حواستون باشه هیچ وقت برنج پخته‌ای که
اینجوری داغه و خیلی ها رو همین که برنج میپزه شیر سرد رو اضافه میکنه. اون شیر سرد باعث میشه این برنجایی که همین شکلی له شده و کامل پخته یا به شیر سرد که بهش اضافه بشه برنج دوباره خودش رو جمع میکنه و بعد زیر دندون میاد توی سوتلاک. خاطر اینا نکات مهمیه. واسه همینه که برنج رو در میاریم، شیر رو میذاریم داغ بشه، بعد دوباره برنج رو بهش اضافه میکنم. بفهم الان خوبه. چون برنجا مقدار پف کردنش ما فرق میکنه، من کم کم میریزم که مطمئن شم که برنج زیاد نیست. چون گفتم دستور اصلی سوتلاژ با برنج بالدور. برنج رو قشنگ باز کنیم. گفتم این به خاطر نشسته برنج متاسفانه مجبورید که بالا سرش واستید، یعنی نمیشه که شما سوتلاژ درست کنید بعد ولش کنید به امان خدا و برید پی زندگیتون. خب یکم این که جوشید یا ایتونه این قوطی ها رو با هم مرتب کردیم. شما به من گفتید جوش برچسب بزن و حق داشتید، چون که من الان باید باز کنم ببینم که نشسته کدوم. خیلی شعله رو زیاد نمیخوایم بکنیم که مثلا شیر قلوب قلوب بجوشه، فقط به حدی که به اندازه دمای جوش برسه و یعنی با شعله ملایم. مرتب هم همش میذاریم. مقدار برنجش الان انقدره میبینید، ولی چون یکی هم شکر بهش اضافه میشه هم یه خورده دیگه مایه بهش میزنیم. باز سوتلاژ پزنده ها دو دستن، یه عده زرده تخم مرغ هم تو این سوتلاژ میندازن، یه دم اصلا زرده تخم مرغ دوست ندارن تو سوتلاژ و نمیندازن. منم ترجیح میدم زرده تخم مرغ نندازم، به خاطر اینکه هم یک کمی بوی تخم مرغ میده هم رنگ سوتلاژ خیلی زرد میشه. من سوتلاژ سفید بیشتر دوست دارم، ولی باز این سلیقه. اگه خواستین بندازید بهتون میگم کجا باید اون زرد رو بندازید. آره تو همین لیوانه یه دو قاشق نخیلی سرپر و مرپر نشاسته ذرت اگه دارید، اگه ندارید نشاسته گندم هم همون کار میکنه. اینقدر، یه قاشق، دو قاشق، یه داشت نشاسته رو با یه لیوان آب مخلوط میکنم. آب سرد نشسته رو با آب سرد مخلوط میکنیم، بذاریم کنار. حالا بهتون میگم که بعد از شکر رو باید اضافه کنیم. خب شکرم همونطور که گفتم یه لیوان 200 میلی لیتری یه قاشق اضافه. حالا این میزان استاندارد خود ترکاست برای اینکه شیرینی سوتلاژ به اندازه باشه. حالا اگر که خیلی شما شیرینی خورترین یه ذره بیشتر بریزید، اگه کم شیرینی دوست دارید مثلا اون یه قاشقو نریزید. قبل از اینکه خیلی قلوب قلوب بجوشه شکرم اضافه میکنم و یه قاشق. خیلی پایبند به دستورای غذا ها. دوباره همچنان به هم زدنمون ادامه میدیم، مخصوصا الان خیلی باید خوب هم بزنیم که
اصلا تهمه نگیره، شکرم کاملا حل بشه. من کم کم فرم هم روشن میکنم که داغ بشه. خب وقتی که شکر خوب حل شد، وقت اضافه کردن نشاسته و آبه. نشاسته و آبو که اضافه کردید دیگه مدام هم میزنید تا خودتون احساس کنید که غلظتش به اندازه دلخواهتون رسیده. نباید خیلی آبکی باشه، حالا بهتون نشون میدم، چون میره تو فر دوباره یه خورده چیز غلیظتر میشه دیگه. نباید خیلی آبکی باشه و نباید خیلی سفت باشه، یه چیز میان متوسط. اگر احیانا شما بلدید و بلدید درست میکنید این مدل سوتلاژو و نکته چیزی به نظرتون میرسه، حتما به هم تو کامنت ها بگید، چون که منم دوست دارم که هر دفعه که درست میکنم یه ذره اگر یه جایی رو دارم اشتباه میکنم اونو اصلاح کنم و درستش کنم. خب در آخر آخر قبل از اینکه بکشید توی کاسه، اگر که طعم وانیلو دوست دارید یه پاکت از این وانیل شکری ها توش میتونید بریزید. اکثرا داره، یعنی سوتلاژ اینجا بخورید یه ته مزه وانیل میده. من یه پاکت نمیریزم، ولی مثلا اینجوری پاکت نسبه داشته باشم توی یخچال اینو میریزم. الان نمیریزم، اون آخر آخر. نه این موقعی که میخواییم بذاریمش تو فر، این شکل سینی فر رو یه مقدار آب میریزیم توش. دلیلش هم اینه که فر وقتی که کار میکنه محیط مرطوب باشه، خشک نشه، همون خیلی آبش رو نکشه این سوتلاژ. نمیدونم به این تکنیک چی میگن، ولی من خدا خیلی از طرفدار این تکنیک نیستم، واسه اینکه بیرون آوردن سینی فر موقعی که این آب توش داغه و اون اینا توشه خیلی کار سختیه. کم کم داره یه خورده غلیظ میشه. از اینا دارید دیگه حتما تو خونهاتون. اینا واقعا اصلای دست منه، از 3-4 سال مداوم از اینا استفاده میکنم. وقتی یه چیز این شکلی اضافه میاد از اینا دارید حتما. اگر یک کمی جوشید، احساس کردید که اون قوام مورد نظرتون رو پیدا نکرد، یعنی هنوز رقیقه، میتونید یه خورده نشاسته دوباره بهش اضافه کنید. یعنی یک کوچولو تو یه ذره آب حل کنید دوباره بریزید توش. به نظر من همون قاشقایی که گفتم که خیلی خالی خالی، باید یه ذره پرتر میریختم، هنوز یه ذره این نشاستش کم. حواستون باشه آب زیاد نریزید، چون که دوباره همون آبم باعث میشه که شلتر بشه. یه ذره آب اندازه که فقط نشسته توش حل میشه. یه روب که جوشید، یعنی میگم زمانش بستگی به این داره که اون غلظتی که ازش میبینید رو میپسندید یا نه. یه کمی بیشتر مثلا بزن، فقط حواستون باشه که خیلی آبکی نباشه، چون اونقدر توی فر آبش رو نمیکشه، مگه اینکه خیلی ساعت بذارید که ما نمیخوایم اونقدر توی فر بمونه. خیلی هم سفت نشه اینجاها. این وانیلا رو اگر که دلتون خواست بهش اضافه کنید. من کم ریختم، یه خورده احساس کردم شیرینیش اصلا زیاد شد. خب غلظت مورد نظر ما یه همچی چیزیه، میبینین
به این اندازه که رسید تقریبا دیگه میتونیم بریزیم توی این کاسه ها، بذاریم توی فر. اینجوری دیگه برنجا رو مونده و تهنشین نشده، الان میریم برای کاسه ریزی. وقتی که میخوایم بریزیم توی کاسه، مقیاستون رو یه دونه چیز در نظر بگیرید، یه دونه ملاقه. توی هر کدوم از این کاسه ها یه دونه ملاقه میریزم اول. خب یه دونه ملاقه ریختم، بیشتر از یه ملاقه تو هر کدوم جا میشه. حالا اون ماجرای زرد تخم مرغ که بهتون گفتم، اونایی که میخوان زرد تخم مرغ هم بهش اضافه کنن، تو این باقی مونده اون زرد تخم مرغ رو میریزین، تون تون هم میزنین و این ملاقه دومی که توی ظرفا میخواین اضافه کنید در واقع تخم مرغی باشه. اگه مزهش رو دوست دارید، میگم من ترجیح هم رو همین چیز است بدون تخم مرغ، مگر نه که ما باقی مونده اینا رو هم دوباره به صورت مساوی توی اینا میریزیم. برای هفتا گوبچ و حالا هفتا گوبچ دیگه، یعنی یکی چیز شد جوجه اردک زشت که البته اون خوشگل تر از این هست، ولی حالا خب یه نکته خیلی مهمی که میخوام بهتون بگم اینه که اگر که در حین ریختن سوتلاشا توی اینا این لبه های ظرفاتون کثیف شد، یعنی سوتلاچی شد، اینا رو حتما تمیز کنید، به خاطر که بره تو فر اینا میسوزه، بعد شکل این کاسه خوشگل نمیشه. اینم دیگه با من نکته خیلی یعنی ترتمیز اگه بخواید در بیاد، مثل من که الان چون میخوام اینو بدم به همس تو کاسه تو بشقاب همسایه بذارم، خب باید تمیز باشه دیگه، زشته کنارش سوتلاچی باشه، سوتلاش سوخته. من گذاشتم رو سینی وسط به خاطر اینکه بعدم نمیاد یه کوچولو دیگه غلیظ بشه جا بیفته سوتلاش. اگر که تو قابلمه دیدید که زیادی غلیظ، یعنی دیگه به اندازه غلظت مورد نظرتون هست، بیشتر نمیخواید که غلیظ شه، میتونید بذارید رو سینی بالای فر، فقط حرارت گریل رو روشن کنید که روش برشته بشه دیگه. این دست خودتون میتونید باش بازی کنید. الان این میمونه تقریبا یه نیم ساعتی، 20 دقیقه تا نیم ساعتی فکر کنم بمونه تا قشنگ روش کرشته شه. آها یه نکته دیگه هم که توی فرکه هست، ممکنه که مثلا عقبی ها روشون برشته بشه، جلوی ها نشه. اگر که سختتون نیست اینا رو جابجا کنید با هم، یا اینکه اونایی که برشته شد و در بیارید، نذارید بیشتر بسوزه بعد تا این یکی هم برشته بشه، از این کارا دیگه. خب حالا بریم ظرفایی که کثیف شد، ولی خیلی اقتصادی کثیف کردم، و یه قابلمه، دو تا لیوان همین. من و سوتلاچم دوباره اومدیم. یادم رفت بهتون بگم فکر کنم که دمای فر چند درجه باشه. دمای فر رو بذارید رو 200، اگه که گفتم غلظت سوتلاش براتون اوکیه رو 200 و شعله گریل. اگه که خواستید زودتر بشه بیارید بالاتر، اگه نه که همون وسط. یه نکته دیگه هم اینه که اینا وقتی که بیاد بیرون یه خورده که از حرارت افتاد میذارید توی یخچال، توی یخچال هم دوباره سوتلاش خودش رو میگیره و سفت میشه، واسه همین اونم در نظر بگیرید وقتی که دارید رو غلظتش فکر میکنید. دیگه هی فکر میکنم ببینم که چه نکته ممکنه که یادم رفته باشه. نه نکته دیگه نیست. آها اینم بگم، وقتی که آوردنش بیرون اینجا دو مدل میخورن سوتلاش رو، یعنی مثلا اگر تو کافه هم سوتلاش سفارش بدید، اکثر کافه ها دارن دیگه به عنوان یه دسری که توی کافه ها سرو میشه. اگر که سوتلاش سفارش بدید میتونید مثلا از اون میپرسه که مثلا فیندکلیوسون یا مثلا بدون یعنی با فندق یا بدون فندق، روش فندق خورد شده میریزن معمولا اگر که بخواید، که خب مسلماً کالریش هم بیشتر میکنه، ولی خب خوشمزه میشه، جالبه، و با چایی کنارش خیلی میچسبه.
اینم محصول نهایی سوتلاج امروز. میخوام حالا بذارید یه سر سرچه موقع خوردن بهتون نشون میدم. بیشتر از اینم حالا بعضیا خیلی سوخته تر دوست دارن، بعضیا من اینجوری متوسط، یعنی مثلا این الان برای من ایدئاله که نصفش بیشترش یه ذره برشته است. این هم خوبه. آره نه همینقدر کافیه. اونایی که خیلی سیاه میشه خوشم نمیاد چون احساس میکنم دیگه کربن شده، ولی این برشته است. اله سالک میشه جونه روهاشو بیشتر دوست داری یا توش دوشو؟ الان تو سوتلاش هم خواهی را الان بیا، ولی یه دفعه یادم خیلی دوست داشتی. بلا کبام اینشو ببینم چقدر قلیز قاشق دادم. تام کبام داره این میگن هیچ tam kıvamında. Şöyle.